الله الرحمن الرحیم. بنده در اسفهان به دنیا اومدم پدر مادرم تعدادی فرزند داشتند که فوت شده بودند فقط یه خواهر بزرگتر از خودم داشتم که چند سال پیش به رحمت ایزدی پیوستم من خیلی از خانوادم راضی بودم و پدرم خیلی به من توجه داشتم یه دونه یه دونه خاطره بعد از زندگی دوره دبستان و دبیرستان ندارم واقعا یه دونه خاطره فقط یه خاطره دارم اونم قضیه سیاسی بود که پیش اومد که بد نیست بگم شاید و اون این بود که خب ما وقتی که دکتر مصدق اومد رو کار چون حس ملیت را بیدار کرده بود طرفدارش بودیم وقتی هم که گودتا شد و برکنار شد خب ناراحت بودیم بعد استاد انشای ما یه بختیاری بود از فامیل اون سریا بختیاری همسر اون موقع انشا این اومد و یه کسی یه انشا خوند و به مصدق حمله کرد من پا شدم و اعتراض کردم کلاس از می شود که نهم د... بودم یعنی سوم دبیرستان اون موقع به من گفت که یا باید بیای عذرخواهی معلم بعد از کلاس یا باید بیای عذرخواهی کنی یه انشا بنویسی که عذرخواهی کنی یا مشکل خواهی داشت من اومدم یه م... انشا نوشتم که تمام یک ساعت را فراگیر فرصت این نشد که اسمی هم آورده شد از اون قضایی گزارش کردن به اون م... م... چیز در واقع ساواک اون موقع حالا اسمش اون موقع یادم نیست و اینا گفتن دیگه من نه کلاس نرم ناظممون مرحوم ارشدی اینقدر خوب بودن خوب بودن که به من گفتن شما سری کلاس نرو ولی سری کلاس هندسه چون حضور را غیاب قیاب میکنند برو ببینید چه آدمایی ما داشته واقعا و من سر کلاس بعد امام جمعه اون موقع فامیل بود دخالت کرد و خلاصه ما رو بخشیدند و برگشتیم ولی هیچ خاطره بدی از دوره دانشگاه ندارم واقعا خیلی خوش شانسی من این بود که وقتی وارد دبیرستان شدم یه معلم و این تمام آینده منو تغییر داد یه معلم خط داشتیم توی دبیرستان مرحوم غلام حسین استاد غلام حسین آهنی که به من گفتن بیا عربی و فلسفه بخون بنابراین من از اول کلاس دبیرستان صبح قبل از کلاس درسمون اول آفتاب میرفتم تو مدرسه جده اصفهان با عربی شروع کردم و بعدشم با منطق و بعدشم با فلسفه و تا دبیرستان سال آخر دبیرستان ادامه پیدا کرد پس رابطه شما با فلسفه از اونجا شروع شد؟ از اونجا شروع شد سال آخر اینم چون حادثه تاریخی می میکنم سال آخر دبیرستان معلم این شامون من سال آخر دبیرستانم رو عوض کردم چون اون دبیرستان که خیلی هم راضی بودم فرهنگ بیش از یازده کلاس نداشت بنابراین اومدم یه مدرسه ای که دبیرستان داشته باشه تو خود اصفهان حالا سال آخر که من بودم کلاس پنجم آخرش یه مسابقاتی برقرار شد تو ایران که هر استانی نفر اول از میشه ادبیات اول ریاضیات و اول طبیعیات رو انتخاب بکنه با مسابقه داخلی که میگذارند و این کار شد و من نفر اول شدم توی ادبی اصفهان بعدش از میشه که همه اومدیم تهران تو منظریه و یه مسابقه ای بود توی منظریه بین سال سومیا سال پنجمیا سال شیشمیا و اینجام بنده تو ایران اول شدم و شاه جایزه داد یک کتاب سعدی کلوب به اون جایزه داد بله بله داشت بله بله عرض می شود که بعدش من اومدم شیشم ریاضی علا رقم این که تو ادبی چیز بود اومدم شیشم ریاضی و معلم د... د... رئیس دبیرستانمون معلم انشامون بودند نمیشناختندم خبرم نداشتن از اون مسابقات اسلام ولی به معنی حسد زدن گفتن بیا انشادا بخون انشام موضوعش این بود که چرا به کلاس شش عمر ریاضی آمده اید خب من یه, مق... من یه انشای تاریخی نوشتم که الانم نگاه بشه تا حسابیه خیلی تو اصفهان سر و صدا کرد این انشا و بیست بمداد و عرض می شود من رئیس انجمن ادبی دانش مدرسه من شدم مدرسه ادب و اینا و بعد فقط توی فیزیک شرکت کردم او وقت کنکور رشته ها جدا بود فقط تو کنکور فیزیک دانشگاه تهران شرکت کردم و نفر اول شد نفر هفدهم شدم ولی فارغ و تحصیل که شدم از دانشکده فیزیک دانشگاه تهران با لیسانس دوره سه ساله شاگرد اول کل دانشکده بودم نه تنها فیزیکی یعنی معدلم از همه بالاتر بود خوش شانسیمون اون موقع قانونی گذشت از مجلس که شاگرد اولا را بفرستن برای خارج و این کار کردند برای من یه انجمن آمریکایی میانه بود پذیرش از دانشگاه کلمبیا گرفت ولی استادای اون موقع اینقدر خوب بودند که مرحوم دکتر کمال چمال جناب به این پیغام دادن که بیا ببینمت رفتم گفتن نمیخواد بری کلمبیا کلمبیا دانشگاه تراز اول بود ولی برو برتلی اونجا بیشترین برنده جایزه نوبل هستو تقاضا کردم و برکلی هم با این توصیه های خیلی قوی که دانشگاهمون نوشت یه ماه و نیم به بیز چیز داد پذیرش داد بنابراین رفتم یه یه ماه و نیمی تو کلمبیا زبان بود و بعدش هم رفتم دیگه برکلی اول پاییز رفتم برکلی برای دوره فوق لیسانس و دکترا ولی برکلی منو بعد از لیسانس به عنوان دانشجوی دکترا پذیرفتم ولی بعد از یه سال یه امتحانی می‌کردند اگه اون امتحان قبول می‌شدیم، مستقیم میرفتیم دکترا اگه قبول نمی‌شدیم، یه فوق لیسانس میدن در فارغ و تحصیل و اونجا امتحان خیلی خوب شد و رفتم مستقیم برای دکترا من وقتی که فارغ و تحصیل شدم چون شاگرد اول بودم بورسیه یه دانش شدم یعنی به عنوان هیئت علمی ولی فارغ و تحصیل که شدم یکی از دوستانم که رشته مهندسی بود تو برکلی اومده بود ایران خیلی تعریف دانشگاه صنعتی آریا مهر که صنعتی شریف و کرد من تقاضا کردم از دانشگاه صنعتی شریف آریا مهر فوری به این پذیرش دادن پول بلیتم برام فرستادن و اومدم ایران و وارد دانشگاه صنعتی آریا مهر شدم به طور خیلی اجمال اینجا را رد میشم از می شود که سال 49 اردی بهشت 49 وارد شدم سال 52 که آقای دکتر نز شدم رئیس دانشگاه اون موقع رؤسای دانشگاه ها را رئیس قبلی دانشگاه مرحوم دکتر امین بودند که فوق العاده رئیس خوبی بودند ایشون اومدن این قانون ها گذرون رئیس دانشگاه خودش شاه بود رئیس ظاهری دانشگاه نایب شاه بود در واقع اون دانشگاه با خود... شاه بود با خود شاه بود اینا ولی اینا اومدن یه قانون گذروندن زمان قبل از آقای دکتر نزد که رؤسای دانشکده ها رو دانشکده ها با رأیگیری انتخاب کنند که این کار زمان آقای دکتر نزد شد و بنده به عنوان اوائل دوره ایشون به عنوان رئیس دانشکده انتخاب شدم تو سال 59 دانشگاه ها تعطیل شد یه مدتی بنا به درخواست آقای مادی وزیر ارشاد وقت معمور چون دانشگاه تعطیل بود معمور شدم به وزارت ارشاد او خودش داستان مفصلی دارد کارهای خیلی مهم می کردیم تو این مدت تا دانشگاه ها باز شد و سال 62 بود فکر میکنم برگشتیم به دانشگاه و دوباره سال 66 تا 68 رئیس دانشکده بودم سال 69 به عنوان عضو فرهنگستان علوم توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدم و سال ۷۲ رئیس پژوهشگاه علوم انسانی شدم با حکم وزیر که برای 15 سال رئیس اونجا بودم و بعدش هم در ضمنم سال 74 گروه فلسفه علم را تو دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار تأسیس کردیم که متاسفانه همواره با بیمهری های رؤسای بعدی دانشگاه روبرو رو بود از هیچ بی لطفی دریغ نکردند تو این در پونزه سال اخیر تا قبل از اینکه من دو سه سال پیش بازه هیچ بی لطفی خودداری نکرد بی فرهنجی. بی فرهنگی اکثر رؤسای دانشگاه ها از مهندسی بودند و اینا فقط به مهندسی اعتقاد داشتند و عرض می شود هیچ کدوم همراهی نمی شود. یه اتاق میخواستیم خواستیم نمی در صورتی که بلا فاصله بعد از اینکه بنده بازنشسته شدم کسی که اومد جایگزینه بندش بنده شد که اصلا لیاقت یه همچی قضیه ای را نداشت عرض می شود که بلا فاصله با تمام مثل ده بیست سندلیه کلاس کلاس عوض بشه نو بشد با اینکه سندلی ها نو بود زمان بله هر چی خواستن بهشون دادن در دیوارا رنگ آمیزی کنن زمان من هر کار کوچیک که میخواستیم دریق میشود واقعا به خاطر این بوده که باطنا نفوذ غرب اونجا, اونجا بود و این گروه روشنگری میکرد که فرهنگ چیه علم چیه ببینید زمانی که این نکته مهمیه که من میگم برای اینکه واقعا به درد دانشگاه های ما میخوره و هر من این نکته رو میگم مورد توجه واقع نمیشه زمانی که بند برتلی بودم که از دانشگاه های تراز اول آمریکا بود اصلا نمیشد تو کلاس فیزیک صحبت فلسفه کرد البته من مطالعات فلسفی ما خودم اونجا ادامه میدادم ولی نمیشد صحبت کرد ولی تو سی سال اخیر به کلی جو, جو عوض شده در میانه چی؟ نه دانشکده های معمولی در میان سرآمدان علم یعنی اون که در رأس این تئوری مهم فیزیک این که در رأس این تئوری مهم فیزیک اینا اومدن سراغ فلسفه شما برید و, و... کارنامه دانشگاه آکسفورد یا تو اینترنت سایت داکس دانشگاه آکسفورد بزنید میبینید اعتلاف فیزیکدان و فیلسوف است برای که مسائل اتمی حل کنن مسائل کیهانی ها حل کنن اصلا این نسیم به ایران نرسیده اون وقت من کلاس میگذاشتم برای این مسائل بعد از بازنشستگی من رسما دانشکده فیزیک مخالفت کرد اصلا خبر ندارن چه تحول مهمی اون طرف اتفاق افتاد چرا؟ برای اینکه جو خیلی جو آمیانه است اصلا رو فرهنگ کار نشده رو فرهنگ ملی کار نشده اتفاقا من تو کتابام ثابت کردم که اگه بخوان به فلسفه برگردن در واقع این چیزی که دوران تمدن اسلامی ها بود و تو نشون دادم که الان بعضی چیزایی که فیزیک حالا میگن همین حرفا علامه تبا تبایی و مرحوم متحری و ایرام زدن ولی محیط قافل بوده، حوزه قافل بوده همون حرفایی که همیشه زده میشده تکرار شد دانشگاه ها قافل بودن و این من به علت نفوذ غرب میبینم وقتی که غرب بزرگترین نفوذ تو معاونت آموزشی دانشگاه شریف داشت و هرچی ما میگفتیم این معاون آدم مشکوچی گوش نمیدادن غیر از این انتظار نداشته باشید همینه افراد مناسب رو جذب کنن و افرادی که مناسب خودشونه جذب کنن و افرادی که مناسب خودشون نیست دفع بکنن ولو تراز اول باشن فلسفه علم از یک سمت هم به دنبال اینه که این جدایی رو بین فلسفه و علم که برای ایران بله برای ایران بله برای خودشون نه ولی برای ایران بله برای اینکه این تفکر پیش میاره ببینید اگر فیزیک ما یه مقداری به فلسفه آشنا بودن قانع دریه های فعلی نبودند من الان سی سال پیش یک کتاب نوشتم اون موقع بعضی حرفایی را زدم به فارسی تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر بعد خلاصه اینم توی فصلی توی کتاب انگلیسی From Physics تو Metaphysics چاپ کردم اگه بدونید چه تعریفی یه فیزیکدان تراز اول آمریکایی از این کتاب من میکنه که خود اونم الان نظرش تغییر داده هم نظر من شده چه تعریفی میکنه ما این حرفا رو میزدیم ولی گوشا بده کار نبود ولی برای اینکه فهمیدن ما میگفتیم این تئوریا کافی نیست باید کار بیشتری بشه ما عقبیم واقعا نگذاشتن ما به موازات خودشون تو همه جهات پیش بریم چهار تا دانشگاه شرق آمریکا با یه دانشگاه غرب آمریکا اعتلاف کردن که فیزیکتون ها و فلاسفشون با هم رو اون تئوریای سطح بالا کار کنن چون بدون الان ثابت شده قبلا واضح نبود بدون استثنا تمام تئوریهای علوم یه فرضیاتی توش هست این فرضیات فلسفیه یعنی قابل اثبات با خود علم نیست مثلا اینکه جهان قابل فهمه انشتن هم گفت ما این فرض را از ادیان توهیدی گرفته توجه فرمودید یه فرضیات شما دیگه نمیان برای هر کار علمی که میخوان بکنید قرآن رو نگاه کنید نه قرآن گفته برین خودتون تفحوز کنید ولی یه سلسل اصول ها چمه آیا ما جهان رو میتونیم بفهمیم؟ آیا ریاضیات جواب هست یا نه فقط عرض میشود آیا جهان اصلا هدف دارد یا ندارد؟ این دعوه ها رو من توی کتاب آوردم چه چه جوری نظر بعضی فیزیکتون های تراز اول دقیقا همون نظر اسلامه اینه که علوم تو کشور ما خیلی سطحی پیش میره و هیچ وقت هم اینقدر رهبری سفارش کردن تو علوم شما باید دو تا چیز را مراعات کنید اولا خیلی رو علوم پای سفارش کردن که در سالهای اخیر خیلی ترک شده و ثانی هم گفتن باید علم دون رفع نیازهای کشور را بکنید و باید نوآوری داشته باشه کشور ما قبل از انقلاب از کره جلو بود بابا کره الان معلومه تمام محصولاتش خیابون جمهوری را بقیه خیابون را گرفته ما جلو بودیم من آمار دادم ما از کره جلو بودیم سالی که انقلاب شد بید خوابیم و آقای دکتر ما انقلاب کردیم که در واقع این سرعت بیشتر بشه بله قفلت آقا میگم این نفوزی ها همه جا بودن آدمی که آخه شوخی حالا اسم نمیارم چون خیلی حساسیت برند ولی آدمی که زمان شاه مشاور بوده نمیدونم عضو فرهنگستان بوده حالا هم همه الان مشاور وزیر اعظم هست دوزو مشاورانند و طرف این هست واقعا یه واقعیته حواسشون جمع بوده کاملا جمع بوده من فکر میکنم ببینید یه برنامه دراز مدت میخواد که برنامه دراز مدت این است که برسن به فرهنگ دبستان و دبیرستان و دانشگاه الان شما به یک بچه دبیرستانی معمولی بگون دو بیت شعر بخون نمیتوند بخونه بابا از توی برنامه از یه دی پرسیدند که زبتم شد و پخشم شد اینها که سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز مالی چیه یه دونه از دانش آموزان جواب ندادند آخه سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز ما دروازه مال چیه تو دوره ما بچه های دبستانی و دبیرستانی به فرهنگ ملی آشنا بودند الان اصلا نیستند بیگانند شوخی ندارد به خدا باید حواست باید سخت گیری باشه باید مجلس سخت گیری کند قبول نکنند رئیس جمهور را مجبور کنند کاوش کند واقعا آدمای توانا پیدا کند این که نمیشه که همه اونایی که شما میشناسید حالا اینقدر اقتصاد دونا دارن دوستانه مشفقانه محترمانه انتقاد میکنن خب آقای رئیسی گوش بدن یه مقداری همونایی که قبلا بودن که اینا معلومه اقتصاد ما رو به اینجا کشوندن اونا دیگه به درد نمیخورند نه باید شایسته سالاری توی حکم سخت جیری بشه این رو درواسی ها و رفاقت بازی ها چه به شدت حاکمه تو انتصاب ها همه انتصاب ها همه نوع حوزوی و غیر حوزوی حاکمه اینا کنار گذاشته بشه اون وقت حق به حق دار میرسد و متوجه بشه که فرهنگ ما فرهنگ اسلامی نیست من صریحا تو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتم گفتم جناب آقای روحانی ما فرهنگمون نه شرقیه نه غربی دم میخندن گفتم ببخشید اشتباه کردم اول انقلاب میگفتن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی حالا ما فرهنگ نه غربیه بر اینکه غرب اقلا توی یه جهاتی پیشرفت کرده و فرمونده شده شرقی هم نیست برای اینکه ببینید چین و ژاپن در چه وضعیتی اسلامی هم نیست برای اینکه خبرنگار سی ان آمریکا اومد ایران مصاحبه کرد گفت تهران آمریکایی ترین شهر که من دیدم و عکاس فرانسوی اومد ایران اکس برداری کرد گفت تهران پر از تزاده عکس اوباما رئیس جمهور آمریکا رو با شمر با هم میزنن ولی تمام قضاشون تمام کاراشون تبلیغاتشون غربیه پس اونم حاکم نیست ولی اصلا کاری نکردن این همه تذکر میدادیم من خوشبختانه تذکرات که میدادیم بعضی وقت دبیر شورا برامون میفرستاد که فلان این تذکر رو داد جهت اطلاع وزیر فلان فلان اینا رو من سندش رو دارم که ساکت نبودیم واقعا ولی توجه نکردن شعنی قائل نبود آقای روحانی برای فرهنگ واقعا آقای دکتر شما با اینکه که منتقد در واقع دوره قبل از انقلاب هستیم بله ولی در واقع نکات مثبت رو زیاد میدونید؟ نکات مثبتی بود که بعد فراموش شد من به کلی با سیاست حاکم مخالف بودم ولی چیزای اکادمیک چی رعایت میشد به من آقای جناب دکتر نصر زنگ زدن خانم فلانی اصیل دانشگاه آریزونا میخواد بیاد فیزیک گفتم که من رئیس دانش کرده بودم گفتم پروندهشون رو بفرستی پرونده اون خانم دکتر رو نگاه کردیم توی کمیته سه نفری همه کار را من با تلفن با ایشون حل می کردم اصلا با حالا فرد داشت ده تا نامه بنویسی هیچ از سری نباشی عرض می شود که زنگ زدم گفتم آقای دکتر زیر متوسطه گفت شکه دکت یه چه دکتر من وقتی جالب را یادم نمیرد گفت که یه چکه دکتر اقبال دانشگاه را زنده میکنه دکتر اقبال و وقت شرکت نفت بود گفتم آقای دکتر زیر متوسطه گفتن بنویس زیر متوسط تموم شد تموم شد تخلف آکادمیک من ندیدم جمهوری اسلامی خیلی بر من مقدسه ولی انتظارم اینه که واقعا مفهوم جمهوری اسلامی پیاده بشه پارتی بازی هیچ معنی ندارد ولی نامره بده به وزیر اطلاعات که این ما به اشکالی اشکال هیچ معنی نگذارد اینا اینا ما یه رنجشه دانشگاه و چیز اینا آینده ای ایرانه میسازد اینا اهمیت ندادند بالاترین حقوق رو کجا میگیرد نف میگیرد فلان میگیرد فلان میگیرد می اینا رو باید میرسیدند یا آدم چیز فهمی مثل آقای دکتر نصر رسید بهترین نیروها رو اون موقع دانشگاه سنتی می میکرد و خدا میدوند از وقتی که من وارد شدم تا فارغ و تحصیل شدم قبلش چرا شاهی چند نفر رو واردی مثلا دانشکده فیزیک کرده بود یه دو نفر ولی یه دونه تحمیلی وارد نشد یه دونه تحمیلی من نمیخوام اونها رو ستایش کنم من میگم حداقل کار اونها رو بکنید منتاش یه چیزهایی باد بهش اضافه کنید که اون موقع هم دنبالش نبودند و اون این چه رفع نیاز ها بشد و نوآوری تو علم ولی کسی نوآوری میکرد مقالش را راحت میداد چاپ میکرد هیچ مشکلی نبود واقعا هیچ کدوم صدای امروزی نبود بحث کار کاملا کار غلطیه من بارها گفت دانش. نه نیست تولد دانش نیست الان توضیح میدم براتون من اولا این ببینید من خودم وقتی اومدم ایران مقاله نوشتم فرستادم خارج چاپ شد مشکلی نبود ولی مقاله تحمیلی نبود چه حتما باید مقاله داشته باشید تا ارتقا داشته باشید این مسئله مقالات آی اس آی تحمیلی آمریکایی ها بود توسط عاملش اون توی وزارت خونه توجه فرمودید تحمیلی اونا بود و نتیجه چی شد نه کسی دنبال نوآوری رفت و نه دنبال از میشه و رفع نیازها چرا برای اینکه اگه مقال کاری کرده در جهت رفع نیازها این توی مجلات آی اس آی چاپ نمیشه و اگر نوآوری بخواد بکنید یه روزه که نوآوری نمیشه که نوآوری بعضی وقتا پنج سال شیش سال شما کار میکنید تا یه چیز نو بنابراین سر هر سال نباید از شخص مقاله بخواد و اینا سر هر سال کسی ارتقا یا ترفیع پیدا نمیکنه اگه مقاله داشت پس هم جلوی نوآوری را گرفت هم جلوی رفع نیازهای کشور رو ایراد من اینه من با اصل مقاله مخالف نیستم اون وقت اومدن یه معیارایی هم چیز کردن وارد کردن ضریب تاثیر نوع مجله که توش اینا همه کاذبه که من امرو اصری مناظره دارم در مورد مقاله دقیقا این نکات را ذکر خواهم کرد کاملا معیارایی که وارد کردن معیارهای استعماریه که اووردن که ایران علمش روش نکن کاملا تحمیلیه هر کسم مدعیه که بی خود میگم بیاد یه مناظره تلویزیونی